بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند بخشاینده و مهربان. بینندگان عزیز ارجمند، هموطنان گرامی، سلام بر شما. سلام و سلام خدمت همه شما عزیزان، همه شما سروران گرامی که همکنون بیننده و همراه برنامه روی خط زندگی هستید. عصر شما بخیر، وقتتان بخیر. انشاءالله که حالتان خوب باشد، در صحت و سلامتی کامل باشید در هر کجایی هم که هستید و از هر کجایی که بیننده و همراه ما هستید، لحظات زندگیتان آنگونه باشه که شما عزیزان تمنایش دارین. خیلی خوشحال هستم که در خدمت شما عزیزان هستم در آغاز هفته روز شنبه. در یک ساعت پیش رو این گفتمان و صحبت به اتفاق شما عزیزان با پیش خواهد رفت و آغاز هفته دوستان عزیز ارجمند برای همه ما یک آغاز زندگی است، یک شروع جدید هست، یک برنامه ریزی جدید هم میتونه باشه برای رسیدن به موفقیت و همه ما باید تلاش کنیم که یک برنامه ریزی مشخصی داشته باشیم تا اینکه پله های موفقیت یکی پشت سر دیگری طی کنیم و به هر آنچه که مقصود و هدف ماست برسیم. به همین امید برنامه امروزی رو آغاز میکنیم و انشاءالله که شما هم تا پایان صحبت همراه ما هستید. در دنیایی که زندگی میکنیم دوستان، در زندگی ما فراز و نشیب‌های فراوانی وجود داره و سختی‌های راهی هم هست که گاهی اوقات برای ما تجربه‌های ناخوشایندی را به وجود میاره. ما در زندگی خود عملا به دنبال یک محرک هستیم تا اینکه ما را از خواب غفلت بیدار کنه و بدانیم که در واقع کجای این زندگی هستیم. هر هفته صحبت در رابطه با مباحث موفقیت، روانشناسی موفقیت شاید برای ما انگیزه ایجاد کنه تا اینکه بتونیم برای زندگی خود، اون زندگی ایدئالی که میخوایم، یک هدفی را ترسیم کنیم و با برنامه‌ریزی‌های مشخص و کارکردهای پیاپی به اون اهداف خود برسیم. برای جوانان که این موضوع خیلی بیشتر میتونه اهمیت داشته باشه و دوره جوانی هم دوره‌ای هست که باید همه ما نهایت استفاده را از این دوره بکنیم و بتونیم تلاش بیشتری داشته باشیم. در برنامه های ما در روز شنبه صحبت شد که موفقیت چیزی جز یک باور ذهنی نیست که همراه با تلاش های پیاپی و او تصورات مثبتی که در ذهن ما هست به حقیقت تبدیل میشه. ما یک هدفی رو برای خود ترسیم میکنیم و میخواییم که یک چیزی را به دست بیاریم و شاید در ابتدای کو یک رویایی بیش نباشه، اما امین رویا اگر یک تصویر ذهنی مثبتی در ذهن ما باشه و اگر بخوایم برنامه‌ریزی کنیم و بخوایم اولین قدم رو برداریم، مطمئن باشین که خدا همراه ماست و کمک میکنه به اینکه به اهداف خود برسیم. دوستان، نکته ای که میخوایم امروز بیشتر در او خصوص صحبت کنیم این هست که رابطه میان شکست خوردن و موفقیت وجود داره. اگه بخوایم زندگی خیلی از بزرگان، کسایی که به موفقیت رسیده و منظور از موفقیت فقط پول نیست، شاید رسیدن به او درجات بالای علمی، یک زندگی مرفه، یک خانواده ایمن و مطمئن و موفقیت در شغل، هر چیزی که شما فکر میکنین میتونه موفقیت باشه. اگه زندگی یه افراد مورد مطالعه و بررسی قرار میتیم، میبینیم که خیلی در زندگی خود شکست خوردن، با شکست های فراوانی و با تاوان های بزرگی روبرو شدن، اما آخر کار کسی نبودن که این هدف خود را وسط راه رها کنن و بخوان دست از آرزوی خود بکشن. میخوایم زندگی ادیسون رو برای شما عزیزان یک مثال بدیم. ادیسون کسی بود که بارها و بارها شکست خورد. خودش میگه که من برای اختراع برق بیشتر از 1000 بار در واقع شکست خوردم، اما این شکست به معنای شکست واقعی نبود، بلکه من 1000 راه متفاوت جستجو کردم تا اینکه بالاخره به موفقیت رسیدم.
در همینجا خلاصه نمیشد. در مکتبم هم حتی برچسب کودنی بر اون زدن و هیچ کسی نمیخواست که حتی ادیسون در صنف درسی حاضر باشه و درس بخونه و میگفتن تو اصلا برای درس خواندن اختراع نشدی. ولی یک باور قوی در وجودش قرار داشت، یک چیزی به اون میگفت که تو هست که قرار دنیا را خودت و خانواده‌ت تغییر بدی و همین باورها بود که از ادیسون ادیسون ساخت. ما هم باید دوستان عزیز بدانیم که در زندگی به دنبال چه چیزی هستیم و حق خود از زندگی بگیریم، اما شرط و لازمش ایست که دست روی دست نذاریم، تنبل نباشیم و از دود سفرادی نباشیم که کارهای امروز خود را موکول کنیم به فردا و او فرداهایی که اصلا معلوم نیست کی قرار از راه برسه. همین امروز لازم هست که آستینی بالا بزنیم و بدانیم و بخوایم که هدف ما در زندگی چه چیزی هست، چه موفقیتی هست که ما باید حتما به دست بیاریم تا اینکه این موفقیت و این هدف در زندگی خود ما و دو نسل بعد از خود ما هم حتی بتونه تأثیر مثبتی بر جای بگذاره. پس خوب است که در خصوص شکست و موفقیت بیشتر صحبت کنیم، اینکه واقعا چه رابطه‌ای میان این دو واژه هست و چرا در پشت هر شکستی یک موفقیتی نهفته است. مهمان عزیزم آقای مطهر عزیز هستند و خوب است که با ایشان هم عرض ادب و سلامی داشته باشیم و انشالله مفصل با این مبحث در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. آقای مطهر سلام. سلام به شما جناب آقای حسینی و همکاران عزیز شما و دوستان بیننده. خوشحالم باز هم در خدمت شما ایم با یک برنامه قشنگ. ممنون، سپاسگزارم. خیلی خوش اومدید به برنامه ما. عصر شما بخیر، خسته نباشید. خوشحالم که در خدمت شما هستیم. آقای مطهر، در غیاب شما و تا اون لحظه‌ای که شما تشریف آوردین، ما داشتیم در رابطه با موفقیت و اون رابطه‌ای که میان موفقیت و شکست وجود داره صحبت می‌کردم. واقعا همین گونه است، اگر ما شکست نخوریم طعم موفقیت نمی‌چشیم. می‌خوام به شما عزیز صحبت کنم، می‌خوام از زبان خود شما بدانیم که واقعا اون مفهومی که از شکست خوردن در زندگی، حالا در جنبه‌های مختلف کاری، شغلی، تحصیلی، خانوادگی، عاطفی به وجود میاد، این شکست اصلا به چه معنا میتونه باشه؟ حتما شما مطلب اصلی رو برای بیننده بیان کردین و به حدی کافی اونا راجع به موضوع شکست و موفقیت و رابطه این دو تا نکته های خوبی رو گرفته از صحبت های شما. خدمت شما عرض شد که شکست در کنار موفقیت یک واژه بسیار پرکاربرد هست در زندگی آدم ها و در جاهای مختلف زندگی سر میکشه، سبز میشه، خود نمایان میکنه و نشان میده که من هم در کنار تو هستم. یعنی شکست در زندگی انسان ها معمولا همراه هست و یک جا هست. ما شکست از جمله رفیق های ما هست که باید هم باشه اتفاقا. بعد این که چی مفهومی یا چی نکته یا رازی در این نهفته که آدم ها می آید یک ادعای از شکست بسیار کوهی بزرگی منفی می سازه و بعض می آید با شکست یک نگاه مثبت داره و شکست معلم خود می دانه، مربی خود می دانه و استقبال می کنه و در آغوش خود می گیره. این دیگه بحث بسیار جالب هست که نمی دانم ما می تانیم در این برنامه گوشه های او رو باز کنیم یا نه. حقیقتا تعریفی که از شکست و از موفقیت وجود داره این باید یک مقدار واکاوی شود. زمانی که ما میخواییم رابطه این دوتا روشن تر شود، باید هم تعریف خوده یا نگاه خوده و موفقیت روشن بکنیم یا اصلاح کنیم، از یک سر نگاه های سطحی به یک نگاه عمقی برسیم. و از طرف دیگه هم شکست رو باید معنای درستر بکنیم یا معنای سازنده برش ایجاد بکنیم که ای به عنوان یک بار مثبت بیاید در کمک ما و در کنار ما را یاری بکنه. و الا در شرایط فعلی و آنچه که معمول هست و عرف هست، موفقیت را معنا میکنه که نقطه‌ای که تو به هدفت میرسی، نقطه آخر و انتهای کار موفقیت میدانه، در حال که این میتونه یک تعریف باشه ولی دارای نواقص هست که نمیتونه کامل محسوب شوه. از طرف دیگر شکست را هم نابودی میشماره، افتادن میشماره، نرسیدن به اون نقطه‌ای که تعیین شده، وقتی نمیرسه به اون نقطه هدف میگه که شکست خورده. بله. اگر یک کمی باز بکنیم از این
بخشی که از شکست نابودی معنا میکنه و نرسیدن کامل به هدف معنا میکنه، این گونه معنا شوه که نرسیدن به اصل هدف ولی رسیدن تا یک حدی از خواسته و اهداف، یک مقدار مثبت‌تر میشه. یا شکست اگر معنا بکنیم این گونه که شکست بخش از موفقیت، یعنی بخش از موفقیت، وقتی که میگیم موفقیت در جایی از موفقیت یا بخش های از موفقیت، شکست حتما اونجا نهفته است، یعنی وجود توقفگاه وجود داره، یک جایی با نام استکاک یا به اصطلاح شما توقفگاه وجود داره که ما نمیتونیم در زندگی، اصلا در زندگی واقعی هم در فیزیک همه دوستا میفهمه استکاک که نباشه ما اصلا حرکت نمیتونیم، هیچ حرکت بدون استکاک صورت نمیگیره، پیشرفت موفقیت بالندگی بدون شکست یا استکاک هایی در زندگی یا مانع و چالش ها و چاله ها به وجود نمیه. اگر یک کم بالاتر ببریم، مثلا بگوییم که شکست روی دیگه ایست که از موفقیت است، اگر این طرف رو موفقیت میدانیم این طرف شکست، یعنی اینا پهلوی همه و مکمل هم دیگره، و یا این که لازمه هر موفقیتی شکست است، یا در واقع نام دیگر موفقیت شکست است، و در واقع شکست نوعی از موفقیت یا سطحی از موفقیت، این موفقیت گفته میتونه. بسیار عالی، سپاسگزارم. پس به این معنا نمیتونه باشه که وقتی ما شکست میخوریم یعنی چیزی را از دست دادیم، بلکه یک توقف آنی هست، مقداری برای ما مانع ایجاد میشه، سد راهی هست که باید او را سپری کنیم تا اینکه باز هم به اون موفقیت و هدف خود برسیم. با این حال آقای مطهر، چرا تا این اندازه ما از شکست خوردن حراس داریم؟ دلیل این همه ترس ما از شکست چیه؟ یکی از چیزهای بسیار بدی که وجود داره ای که ما زیاد از شکست بترسیم، این بدترین چیزی است که در بحث شکست وجود داره. ما از خود شکست که ترس از شکست ما را خورد میکنه، ویرانگر شده. یعنی بعضی اوقات در جامعه ما، برای مردم ما، برای جوانان ما، خود شکست ویران کننده، او بار معنای منفی خود داره متاسفانه. ولی از اون بدترش اینه که از شکست ترس میخوره. اگر شکست به عنوان یک تجربه ببینه، به عنوان یک مرحله از رشد ببینه، مرحله از آگاهی بدانه که در زندگی نیاز داره، خب ریسک میکنه، میره در میدان و شکست رو میگه بیا به سراغم، کجاهای وجودیم کمبود هست، بله، کجای برنامه‌ایم ناقصه، کجای تلاش‌هایم یا واقعیت وجودی مرا بر من نشان بده که ما خود اصلاح کن. با این نگاه شکست خیلی سازنده، اما با روحی که ما شکست را نابودی میدانیم، شرمساری میدانیم، مثلا افتادن از یک بلندای از یک قله به یک جای بسیار پایین میدانیم، با این ترس و واهمه و وحشت که در ما ایجاد میشه، ما اصلا قدرتی یا جرأت و جسارت حرکت کردن و کار کردن و اقدام کردن از ما میگیره. اولین چیز همی خودی ترسی که شما در بیان خود گفتین که ما چرا ترس میخوریم، بدترینش همی خودی ترس است. دومش، ما یاد نگرفتیم، به ما یاد ندادن، به ما آموزش ندادن که ما نگاه خوده یا برداشت خوده و فهم خوده از شکست تعدیل بکنیم، مثبت بسازیم. ما میتونیم خیلی چیزها رو بار معنایش رو منفی بسازیم یا مثبت بسازیم، اما آنچه که هیولا ساخته میشه خب منفی تداعی میشه در ذهن ماها، آدم ها، نسل جوان ما. اما اگر آموزش درست ببینیم، اگر شکست خوردیم اونجا نشان داده شد، موفقیت ها نشان داده شد، خوبی ها، درس هایی که آموختیم، مثلا به دستاورد هایی که رسیدیم، اینا اگر بر آدم ها نشان میبینیم که اون شکست که آدم ها چقدر از اون میترسید، میبینیم که چی چیزهایی نهفته، چی گنج هایی، خوبی هایی، دستاورد هایی اونجا هست که این آموزش و این آگاهی ما رو کمک میکنه که نگاهی خود رو مثبت بسازیم، نگاهی خود سازنده بکنیم، و او زمان شکست و پله هایی میشه که ما رو کمک میکنه که به سمت هدف و موفقیت های خود حرکت بکنیم. دومش میتونه همین آموزش باشه که ما در خانواده های خود، در سطح جامعه خود، در آموزش های رسمی و غیر رسمی خود به این بحث معمولا با نگاهی منفی برخورد میکنیم. خیلی خوبه که نگاه را ما مثبت بسازیم. بحث دیگه هم او حساب کتاب ها و قضاوت ها و خواسته های ذهنی خود ماه که زود هنگام بدون استکاک، بدون مانع دوست داریم برسیم، بود خوش داشتن های ماه، دوست نداریم اذیت شویم، دوست نداریم سختی بیایه، دوست نداریم توقف کنیم، دوست نداریم مثلا چیز خلاف میل ما پیش بیایه، آنچه که ما میل داریم همون رقم پیش بره. درست این میل ماه، خواسته ماه، اما وقت زندگی ما، دنیا، آنچه که در اطراف ما هست، اونا او خواست ما را رعایت نمی کنه یا نمی دانه. به هر حال اونجا هست که
بحثی از شکست پیش می و این همه هم بزرگ نمایی میشه. واقعا همینطور است. اصلا اگر می فراز و نشیب در جاده موفقیت نبود که دیگه طعم شیرینش کسی نمیچشید و به این سادگی که هر چیزی را آدم آرزو میکرد به دست میآورد، واقعا دیگه باز او وقت است که تلاش و کوشش کردن هم دیگه نمیتونست معنایی داشته باشه. ممنون از شما آقای مطهر عزیز، سپاسگزاری میکنم. دوستان عزیز، از شما هم سپاسگزارم که همراه ما هستید. میان برنامه ای را میبینیم و انشالله بیشتر در خصوص شکست خوردن و او درس های بزرگی که برای ما داره صحبت خواهیم کرد. خب دوستان عزیز، در خصوص رابطه‌ای که میان شکست و موفقیت وجود داره صحبت کردیم. درصد بالایی از افراد هستن که وقتی شکست میخورن میگن که این شکست پایان همه آرزوهای ماست و برخلاف این مسئله افراد کمی هم هستن که با هر بار شکست خوردن انگیزه بیشتری پیدا میکنن برای رسیدن به هدف خود و موفقیت خود و فکر میکنن که پشت این شکست ها چیزی به نام موفقیت بزرگ در زندگی وجود داره. در خدمت شما هستیم. نظر شما رو در رابطه با این موضوع بداریم که چقدر وقتی ما شکست در واقع داریم تجربه میکنیم ممکن هست که با سپری کردن این موانع و شکست های پیاپی ما روزی به موفقیت برسیم. یعنی پشت هر شکستی ممکن هست تجربه شیرین موفقیت باشه. خیلی جالب است. سه تا نکته رو یادآور شم. نکته اولی که طعمی شیرین موفقیت زمانی معنا پیدا میکنه، زمانی قابل درک و قابل چشیدن هست که ما طعمی تلخی ما شکست ها رو باید دیده باشیم، چشیده باشیم. اگر او تلخی رو ندیده باشیم ما در واقع او شیرینی رو اصلا درک نمیتونیم. یعنی اصلا اگر شب نباشه ما ارزش روز رو نمیفهمیم. اگر مثلا پایینی نباشه بلندی رو ارزش نمیفهمیم. یعنی اگر زمستان نباشه ما ارزش زیبایی های بهار در نمیتونیم. در واقع شکست برای ما یک چیزی بسیار با مفهومی هست، بسیار زیبا هست. با شکست در واقع ما موفقیت رو معنا میتونیم، زیبایی هایش رو کشف میتونیم، درک میتونیم، استفاده میتونیم. این بسیار نکته مهم هست. نکته اول. نکته دوم، اگر این شکست نباشه، این نرسیدن به او خواسته ها نباشه و آدم ها همه هر کس هر چی گفت و هر چی خواست به او برسه، خب تفاوت آدم ها چه میشه؟ آدم های خوب، آدم های بد، آدم های ضعیف، آدم های قوی، آدم های با اراده، بی اراده، آدم های هدفمند، بی هدف، آدم های پرتلاش، کم تلاش، آدم های تنبل و ضعیف، آدم های مثلا کوشا و با انرژی و با پشتکار، همه یکسان میشه. خب وقتی یک آدمی با پشتکار با یک آدم تنبل یکی شوه، یک آدم بی خاصیت با یک آدم با اراده یکی شوه، یک آدم با سواد با یک آدم بی سواد یکی شوه، خب اینجا هست که اصلا زندگی بی معنا میشه. اینجا نقطه‌ای که بسیار جالب هست، این شکست و موفقیت اینا رو داره معنای واقعیش رو بر ما نشان میده. بعد حرفی دیگه ای که ما وقتی شکست میخوریم، یعنی در زندگی ما شکست هست، جزء لاینفک بگوییم تقریبا، اگر خیلی قدیم تقریبی میگیم جزء لاینفک زندگی ما و جزء از موفقیت های این مراحل از موفقیت شکست که حتما تو در جاهای اس داری متوقف میشه، باید انرژی چارج کنی، مثلا تجربه خود اضافه کنی، آگاهی خود مشوره بگیری یا هر کاری که لازمه امکانات خود تغییر بدی. وقتی این لازمه موفقیت هست این گونه بدانیم، بعد خیلی خوبه که آدم هایی که شکست میخوره، من و شما دوستان دیگه که احیانا در زندگی هست دیگه، شکست را خیلی طبیعی بدانیم. یعنی فعلا اکثر آدم ها با شکست یک نگاه خیلی صفر و صد داره. یعنی اگر وقتی یک شکست میخوره نقطه پایان آرزوها مثلا ویران شدن کاخ آرزوهای خود میدانه. این گونه نبینیم اصلا یک کار بسیار کوچک اتفاق افتاده و قراره که ده برابر تو رو قوی بسازه، آگاه تر بسازه، آباده تر بسازه. با شکست این گونه نگاه داشته باشه، این گونه برخورد داشته باشه. خود ما اگر مایوس شدیم، ناامید شدیم،
استرس پیدا کردیم، ناراحت شدیم، غمگین شدیم، تحت تاثیر رفتیم، خب دیگه طبیعی که تصمیم ما هم از بین میره، روحی ما هم از بین میره، انرژی ما هم از ما گرفته میشه و دیگه هدار ندار خود قربانی هم یک نقطه میکنه، در حال خود چیزای مثبت داره در اون خود. از طرف دیگه جامعه ما هم یک نگاه دیگه ای باید پیدا کنه، جامعه ما باید ساخته شود. یک آدم اگر در زندگی به معانی مشکلی دوچار میشه، خب ما سرکوب نکنیم، سرزنش نکنیم، چهار تا دلیل و مثال و نمونه ها رو پیدا نکنیم که ما میفهمیدیم، ما گفته بودیم نمیفهمیم، منو فلانی هم نتونست، فلانی هم نتونست، ده تای دیگرم قطار بکنه، فلانی هم نتونست، تو نمیتونستی ولی این کار کردی و قطعا هم که نمیتونی. با این ادبیات و این مفکوره و این ذهنیت و این حرفا بمباران نکنیم طرفه. بمباران چی که فکر میکنم نابود داریم میکنیم آقای مطهر. جامعه خود ما بیاییم آدم ها رو وقتی چشت کمی همدلی کاره، یک کمی اعتماد به نفسش رو دوباره تقویت بکنیم، یک کمی همکاری بکنیم، روحیه بدیم، امید بدیم به آدم و بگیم ما در کنار تو هستیم. آدم های زیادی هست که شرایط سخت‌تر شما رو موفقانه سپری کرده، این طبیعی هست، میتونی تو توانمندتر از این، تو اصلا وقتی اصلا یک نکته فقط تو قوی تر از مشکل هستی، تو قوی تر از شکست هستی، همین رو بفهم. پس میشه هم خودی نفر، خودی افراد باید یک کم نگاه خود مثبت کنه و هم اطرافیان ما با در جامعه خود همین ما شما رو سرزنش کنه، شما ما رو سرزنش کنید، بعد جمع شیم دوستای دیگر خوبی رقمی مشکل زاد میشه. بجای از اون بیایم کم کم بار سبک کنیم تا اینکه طعم شیرین موفقیت جامعه ما بچشه. تشکر آقای مطهر. من اصلا فکر میکنم که اگر قرار بود که ما به موفقیت نرسیم یا یک رویای بزرگ در سر خود نپرورانیم، ممکن بود که حتی این باورش در ذهن ما یا در قلب ما شک نمیگرفت. یعنی اگر ما این باور در قلب خود و در وجود خود داریم و احساس میکنیم، قطعا تواناییش هم میتونیم داشته باشیم که به اون رویاهای بزرگ برسیم. و فقط فکر میکنم لازمش ایسته که ما حرکت کنیم و در قصه از این نشیم که در راه ما چقدر مانع و شکست و در واقع سنگریزه هایی هست که میخوای ما را متوقف کنه، اما باید دید ما نسبت به این مسئله خیلی بزرگتر باشه. دقیقا یک نکته در تکمیل حرفای شما بگویم، خداوند آنچه که در وجود ما گذاشته یا خلق کرده، همین ایده و فکر و خواسته‌ای که در وجود ما خلق میشه، در واقع این توان را هم در وجود ما به وادیه گذاشته و هم این در بیرون از او هم وجود داره. یعنی وقتی در درون ما چیز خلق میشه، چیز در بیرون اگه نباشه در درون ما هم خلق نمیشه. حتما زمینه و امکاناتی که ما به او دست پیدا کنیم وجود داره که در ذهن ما خلق میشه و خداوند همچون محبتی داره که ما هیچگاهی نباید مایوس باشیم، ناامید باشیم. آدم ها با رویاهای خود زندگی کرده و این همه چیزهای دستاوردهای بزرگی که ما اصلا در تصور ما نمی کنیم، خب همین ها اتفاق افتاده، عملا ما شاهد هستیم، می بینیم، لمس می کنیم، در کتاب ها ثبت شده و شواهد مختلف وجود داره که آدم تانسته. تانسته دلیل برای این نداریم که هی نق بزنیم که نمیشه و کشور ما خراب است و جامعه ما و خانواده ما مشکل داره و نمیفهم من ایکس وای زد نمیتونم از توان من نیست. همچون ذهنیت باید پاک کنیم، ذهنیت خود مثبت بسازیم یا بار بیاریم. بسیار خوب. و آقای مطهر، مطالعه زندگی بزرگان، حالا کسانی که در عرصه موفقیت پیشگام هستن، موفقیت در هر جنبه‌ای از زندگی، فکر میکنم دو سود میتونه برای ما داشته باشه. یکی که ما در واقع انگیزه پیدا میکنیم و میبینیم که خب پشت هر شکستی یک موفقیت نهفته است، و یکی برای ما یک تجربه داره میشه. بدون پرداخت هیچ پولی و چیزی ما داریم تجربه زندگی دیگران در راستای به دست آوردن موفقیت خیلی رایگان داریم کسب میکنیم. اما خوب هست که ما سنجیده فکر کنیم. یعنی در مباحث قبلی ما صحبت کردیم که وقتی میخوایم برای موفقیت گام اول برداریم، باید همراه با برنامه‌ریزی باشه، تلاش باشه، پشتکار باشه، باورهای مثبت باشه و هر آن چیز دیگری که لازمه و نیازمند او هست. ما میخوایم درصد شکست خود پایین بیاریم، پس فرمول و برنامه‌ریزی وجود داره که این احتمالا به حد اقل برسانه تا اینکه این راه مقداری برای ما هموارتر شوه. چه فرمولی هست؟ خب فرمولی من نمیدونم که برای دوستان مسیر واقع میشه یا نه. یک کسی هست به نام دارن هاردی، از استادان موفقیت و اتفاقا آدم بسیار عملگرایی هست. خیلی رویایی و ذهنی حرف نمیزن، بیشتر میگه در عمل کار بکن و هر شونه گام های کوچک کوچک و مستمر بردار و اونا رو تداوم میدی، حتما به نتیجه بزرگ میرسی.
و کتاب داره به نام اثر مرکب، جز کتاب های هست که برای ظرفیت سازی، برای توانمند ساختن خود و عملگرا شدن توصیه میشه که او خوانده شوه. بله. بعد اونجا یک فرمولی رو پیشنهاد میکنه که با تفاوت هایی که دوستان دیگه مثل جیمران اینا پیشنهاد میکنه خیلی نزدیکه. پیشنهاد او اینه که میگه اگر میخواین که شکست نخورین و موفقیت برسین و خوش شانس زندگی شوین، میگه اولین کاریه که آمادگی پیدا کن، آمادگی او موفقیت داشته باشه، آمادگی عبور شکست یا مبارزه با شکست باید داشته باشه. این اولین گپشان است. آمادگیش به معنای که خودسازی که خود توانمند بساز، با ظرفیت بساز، ارتقای سویه بده، یعنی آگاهی های لازم را کسب بکن، نیازهایی که دو مسیر لازم ضرور به دست بیار. حرف دومشان یه که میگه اینا که جمع شوه، اولین عنصر. دومش میگه که طرز نگاه یا تفکر خود به پدیده درست کن. ما خیلی وقتا خیلی منفی نمفهم، خیلی از زاویه پایین یا مثلا ناسالم میبینیم، بعد از خیلی بزرگ نمایم از کاکو میسازیم، از موج از مشکلات ایجاد میکنیم. اینا میگه نه، طرز نگاه خود، طرز فکر و باورهای خود به مثلا مثبت بساز، روشن‌تر بساز، از افقی بالاتر به مسئله ها ببین. بله. این خیلی میتونه کمک بکنه. یار تو میگه جمع شو. بعد از اون که جمع شد میگه فرصت هایی در مسیر زندگی خود تشخیص بدی. اگه فرصت ها را پیدا تانست، دیده تانست، حتی در تارکی اگر تو یک ذره نور دیدی تو انسان موفقی، اگه در جامعه دیدی همهش گفتی بدبختی میباره، خب تو دیگه خیلی دیدگاه خوبی نداره. اگر دیدی که نه، در همینجا همش در هر قدم برمیداره میشه کار مثبت، میشه فرصت جدیدی باشه. این عنصر سوم فرصت شناسی یا فرصت یابی هست. بعد میگه همینها را اقدام کن، همون فرصت هایی که تشخیص میدی با او باورهای مثبت و او ظرفیت سازی که کرده، توسعه فردی ایجاد کرده، میگه اقدام کن، عمل بکن. بعد همه از اون که جمع شد مصاحبه و موفقیت میشه در این مسیر، چون تو توانمندی، هر چالش که میه تو بالاتر از چالش، آگاه تر از وستی، درست؟ و هر مشکلی که پیش میه، شکست هایی که پیش میه، طرز نگاهت خیلی مثبت، دو چیزای پوینت های مثبت میبینی، سازنده میبینی، تجربه میبینی، آگاهی میبینی، توانمندی میبینی. مثل که مثلا یک موتر اگه در گیل بند بمانه، هر چی که زور بزن از اونجا عبور نمیتونه. اون نیاز داره که چند متر لورس بیایه، عقب بیایه، با یک سرعت انرژی قوی از اونجا عبور بکنه. دقیقاً شکست همین معنا رو داره. تو اونجا که بند موندی، تو نیاز داره یک فمکس کنی، مطالعه کنی، به یک نگاه کلی مسیر ببینی، ایبار ببینی، بعد حرکت رو بسیار راحت از اونجا عبور کنی. بعد این فرصت شناسی نا و اقدام و اهل عمل بودن میتونه که فرمولی موفقیت شو و شکست های ما را به موفقیت تبدیل بکنه. بله، بسیار عالی. در رابطه با شانس و فرصت صحبت کردید، خیلی از افراد سالا واقعا در جامعه ما که سر زبان هاست که فلانی شانس آورد به جایی رسید، فلانی شانس آورد که پولدار شد، فلانی واسط، اما واقعا اینگونه نیست. اصلا شانس هم که دیمی دیگه سراغ آدم نمیای، بلکه علمی سر شانس سراغ کسایی میای که تشنه و آماده پذیرایی او شانس هستن و چقدر برای او تلاش کردن. زنده و سلامت باشین آقای مطهر عزیز و دوستان عزیز. از شما هم اجازه میخوام خیلی کوتاه میام برنامه داشته باشیم و انشالله در خصوص شکست و موفقیت گفتنی های زیبای دیگری از آقای مطهر هست که باید برای شما عزیزان تقدیم کنیم. در خصوص هدف گذاری و موفقیت یک جمله دیگه بگیم دوستان عزیز. خود در 20 سال آینده زندگیتان تصور کنید و ببینید که چه دانشی هست که باید در 20 سال آینده شما کسب کنید، چه توانایی هایی هست که باید در وجود شما بیشتر شود و اون نقاط ضعفی که الان دارین اونا رو سعی کنین پر کنین. اگر قرار است یک زبان جدید یاد بگیرین، یاد بگیرین. اگر باید دانشگاهیتون رو به اتمام برسونین، پس این کار رو انجام بدین و بدانین که همه این کارا رو انجام بدین، شما قطعا امروز یک فرد موفق میتونین باشین که برای آینده خود یک برنامه‌ریزی زیبایی داره. آقای مطهر عزیز، ممنون از صحبت‌های بسیار بسیار زیبای شما. واقعا که کلی انگیزه ایجاد میکنی صحبت ها برای ما. بسیار خب، در خصوص این صحبت داشته باشیم که چه عواملی یا چه نکاتی هست که منجر به شکست در ما میشه. ما اتفاقا از صحبت های شما خیلی استفاده میکنم، نکاتی که اشاره میکنید خیلی برام آموزنده است.
در این که چه چیزهایی باعث میشه که ما به نحوی شکست بخوریم و طعمی شیرین موفقیت نچشیم، بعضی چیزهایی هست. مثلا ما دو سه تایش اینجا یاد میکنم. یکی چیه که ما وقتی اهل عمل نباشیم، بله، اهل کار نباشیم، اهل اقدام نباشیم، ولی بخوایم یک کار اتفاق بیفته، تا که ما کار نکنیم، گام بر نداریم، دیگه فاصله تعیین نمیشه، اتفاق نمیفته. ولی عادت آدم ها بیشتره که ما میگیم اتفاق های خوب بیفته، تغییرات خوب بیایه بدون اینکه ما کار انجام بدیم. یعنی ما فقط در کلام میخوایم، در کلام، در عمل کاری نمیکنیم. یک نقطه ضعف بسیار جدیه. در کلام خیلی آدم ها زیاد حرف میزنن، هموطنای ما و شما در کلام دیگه از دیگه مردم های کشور زیاد گپ میزنه، گپای خوب خوبم میزنه، ولی در عمل که میریم دچار ضعف هستیم. این نقطه باید اصلاح شه. اگه میخوایم که شکست نخوریم باید عملگرا باشیم. در عمل باید میگه که نیمی عمل از 200 گفتار هم ارزشمندتره. این در عمل برو یک کار کوچک هم که انجام بدی تغییر کلان میایه. بحث دیگه ایه که ما نمیآموزیم، ما نمیآموزیم، یعنی باید از زندگی دیگران بیاموزیم، از جامعه دیگه، از سرگذشت ملت ها، از ملت خود، از مردمان خود، اطرافیان خود، کتاب ها، انسان های موفق، انسان های شکست خورده، ما باید بیاموزیم عملا که تاریخ دیگه تکرار نشه. ولی نمیآموزیم، آماده یادگیری هم نیم. همین پدیده های اطراف ما که امروز باید کلبار درس باشه، عبرت باشه، تجربه باشه، بیداری باشه، برای ما بی معنا است. کنارشون تو تفاوت تیر میشیم، نمیآموزیم. و از طرف دیگه هم سومیش میتونه عدم آمادگی باشه. نه، آمادگی نمیگیریم، خود تغییر نمیدیم، خود توانمند نمیسازیم. اون نکته ای که شما پیشتر گفتین، برای 20 سال بعد اگر ما چه بکنیم، باید چه مهارت هایی، چه توانمندی هایی، چه تغییراتی در ما ایجاد شود که برای جامعه 20 سال بعد، مثلا 2022 یا 2042 یا 2040 ما جامعه تا کجا میرسه و چی کار بکنیم فردا عقب نمانم. بله. چند تایی ما این کار میکنیم، این خود آماده میکنیم، با ظرفیت میسازیم، با مفکوره میسازیم، آگاهتر، توانمندتر، با تحصیلات تخصص بالاتر. بله، بله. همین ها رو ما نمیکنیم، بعد شکست میخوریم. مثلا یک کار 5 سال بعد نیازه، 5 سال بعد چه تغییرات میه؟ امروز مثلا شما یک ده کار ساده، یک ده کامره ببینید چی چیز عجیبی نیفته که حیرت انگیزه. 5 سال بعد چقدر پیچیده میشه کار. ولی اگر ما خود آماده نکنیم، توانمند نکنیم، نیاموزم، یاد نگیرم، طبیعتاً فردا در این کارها چهار شکست میشم و شغل پیدا نمیتونم، عاید خوب ندارم، تحصیلات خوب مشکله، مثلا در هر جای دیگه. همین مثلا عوامل دیگه، ناامید شدن و همچون چیزهای زیاده. بعد نکته خیلی مهمیه که ما چطور این شکست های خود با موفقیت تبدیل بکنیم. بله. چطور این کار میتونیم؟ یک نکته که هست اینه که ما شکست را مساوی با یادگیری بدانیم. اگر موفقیت نمیدانیم حداقل، وقتی ما کار میکنیم باید دو نتیجه بگیریم، حداقلش یا ما موفق میشیم یا ما از یک چیز یاد میگیریم. بله. اگر یاد بگیریم، در واقع بازم یادگیری خودش موفقیت هم، ما دستاورد کسب کردیم، یک چیزی به دست آوردیم. دومیه که هیچ گاهی ناامید نشویم و این ذهنیتی که دنیا به آخر رسید با اتفاق و اقدامی که شده، با این مانعی که پیش آمده، با یکی از هدف دور شدم یا نرسیدم، مثال اینا فکر نکن دنیا به آخر رسیده. دنیا در جای خود هست، میتونی ده ها راه و فرصت دیگه بده پیش روی تست. بله. بعد ناامید نشیم، در هیچ شرایطی ناامید نشیم که یک انسان هدفمند و انسان موفق و مفکوره، یک انسان مؤمن و مسلمان که نباید ناامید شود در زندگی. بعد پایداری خود حفظ کنیم، یعنی صبر و استقامت داشته باشیم، زود دیگه تسلیم نشیم، ادامه بدیم. بالاخره آب دین چقدر نرم، نرم ترین عنصر بعد ماده، ولی وقتی که در هر جای بگذار سنگ باشم و رای خود پیدا میکنم، هر مانعی باشه عبور میکنه، بالاخره مسیر خود پیش میبره. خب ما بالاخره خب از آب که ضعیفتر نیستیم دیگه. در مقابل هر چند مشکلات باشه ادامه بدیم، ادامه بدیم، استادگی کنیم، توقف نکنیم، این میتونه که نتیجه خوبی داشته باشه. بحث دیگه همینه که ما از زندگی و تجربه آدم های اطراف خود باید درس بگیریم، عبرت بگیریم، الگو بگیریم، الهام بگیریم. حتی از شکست آدم ها ما باید درس بگیریم، از موفقیت آدم ها درس بگیریم. اتفاقا آدم هایی که خیلی موفق شده، خیلی سرزبان هاست، در کتاب هاست، در تاریخ امروز دیگه مثال زدنیه. بعد همون ها زندگی بهتر از ما، سختتر از ما، شکست های بیشتر از ما داشته که بعد نهایتا آدم های بزرگتر هم شده. یعنی یک تحقیق انجام شده میگه که شکست ها و مشکلات اشتباهات انسان باهوشتر میکنه، انسان قویتر میکنه، انسان با تجربه تر میکنه. پس ما زندگی آدم ها باید درس بگیریم، عبرت بگیریم و بریم ببینیم زندگی چهار تا آدم رو ببینیم، در هر کدام از اونها
تجربه، همین اطرافی های خود، دوستای خود ببینید، هر کدومش یکی از دهقانی، یکی از چوپانی، یکی از فقر، یکی مثلا از کارهای شاقه شروع میکنه، سعی میکنه شاگرد اول مکتب میشه، از مکتب موفقانه فارغ میشه، که میبینیم در دانشگاه در رشته خوب کامیاب میشه، یکی میبینیم دکتر شد، دیگه میبینیم انجینر شد، دیگه میبینیم ژورنالیست شد، دیگه میبینیم اقتصاددان و سیاستمدار شد، بعد میبینیم فردا در جامعه چه جایگاهی داره، چه کارهای مهم و ارزش داره، همون آدمی که با مشکلات زیاد دست پنجه در میگیره، همونا رو ببینیم تا بریم مثلا از اینشتین و نیوتن و ادیسون و مثلا امثال ازا مثال بزنیم که به نهایت است. ببینید همین ها را اگر ما در زندگی ببینیم میتونیم چالش ها یا او شکست های خود به موفقیت تبدیل بکنیم، یعنی راحت میتونیم که به دست خود تبدیل بکنیم. شما در اول صحبت کردیم که مثلا چگونه ادیسون ادیسون میشه، ادیسونی که از مکتب به عنوان شاگردی تنبل، نالایق و ضعیف اخراج میشه و در نهایت به فردی بزرگتر مخترع قرن تبدیل میشه. به هر حال امیدوارم که دوستان ما شکست را پایان و انتها ندانه، بلکه مرحله‌ای بدانه که داره برش یک چیزهایی را آشکار میکنه که باید خود بسازه آماده تر برای مرحله بعدی و موفقیت های بزرگتر بکنه. با امید موفقیت همه عزیزان. بسیار عالی. آقای مطهر عزیز زنده و سلامت باشین. تشکر از صحبت شما. واقعا که صحبت شما و او کلماتی که در خصوص شکست و رابطه زیباش با موفقیت بود خیلی تانست انگیزه ایجاد کنه و امیدوار هستم که همه ما بتانیم مقدمه‌ای برای خود ایجاد کنیم تا اینکه خوابهای خود به حقیقت تبدیل کنیم، تلاش‌های بیشتر داشته باشیم تا سرانجام کار ما هم موفقیت و اهداف متعالی ما باشه. برای شما روزی موفقیت می‌خوایم و دوستان عزیز ارجمن از همراهی شما عزیزانم یک دنیا سپاسگزار هستم. امیدوارم که مطالب امروز برنامه ما مورد توجه شما عزیزان واقع شده باشه. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار همه شما.